سلام بچه ها امروز اومدم میخوام نشانه چه رو بهتون درس بدم چه بچه ها تنبل بود چاقم بود اما خیلی خیلی مهربون بود راه میرفت و به همه میگفت چاکرم چاکرم چه رفت و رسید به خاله قورباغه خاله قورباغه گفت ببین چالم آب نداره چه با چی میشه چا پس بگو بارون بباره چه که تنبل بود گفت امروز نه فردا بعدشم رفت و رسید به چتر چه با چی میشه بچه ها چه چتر گفت بگو ابر بیاد چک که بارون بیاد چه با اه میشه چه چک چک بارون بیاد چه که تنبل بود گفت امروز نه فردا چه رفت و رسید به چمنزار روی چمنا دراز کشید و خوابید کم کم ابر اومد چک چک بارون اومد چاله پر از آب شد قورباغه خوشحال شد پرید توی آب و شنا کرد چتر هم بارون بازی کرد قورباغه و چتر دلشون میخواست چه بیاد تا بهش بگن متشکرم که گفتی بارون بباره اما اونا نمیدونستند که چه تنبل قصه ما خواب بود و توی خوابش به همه میگفت چاکرم چاکرم اینم از قصه چه چاق و تنبلمون بچه ها بچه ها صدای چه دوتا شکل داره بله چه آخر جاش همیشه آخره چه غیر آخرم که هیچ وقت آخر نمیاد حالا بریم سراغ کتاب فارسیمون اسم درسمون هست چشمه و چراگاه چراگاه کجاست بچه ها؟ بله جایی که گوسفندها ها میرن و اونجا میتونن غذای خودشونو که علف و سبزه و گیاه هست پیدا کنن و بخورن به علف خوردن گوسفندها ها میگن چریدن میگن گوسفندها ها دارن میچرند یعنی دارن غذا میخورن خب بچه های گلم یه گوسفندی بین بقیه گوسفندها ها هست که کنار سرش شاخه پیچ پیچی داره به اون گوسفنده میگن قوچ چی میگن؟ قوچ حالا خوب به تصویر کتابت نگاه کن ببین دیگه چه کلمه ها چه تصویرایی میبینی که توش صدای چه داره خب حالا با من کارت تصویرها رو بخون و خط ببر چوپان چراگاه قوچ چشمه چادر و قارچ خب بریم سراغ متن درسمون چه روز قشنگی چه هوای خوبی بچه ها اون علامت بهش میگیم علامت تعجب نگاه کن همیشه بعد از جمله هایی که توشون ما تعجب میکنیم یا هیجانی میشیم این علامت رو میاریم ببین چه روز قشنگی چه هوای خوبی گوسفندان در چراگاه میچرند. قوچ کنار چشمه ایستاده است چوپان زیر درخت نشسته است. این کلمه ها نقطه ندارد نقطه هاشون رفتن پیاده روی. بید بیایید ببینم این کلمه! بچه ها چیه؟ بخونش به من بگو نقطش رو کجا بذارم بالا بذارم پایین بذارم یکی بذارم دوتا بذارم چیه بچه ها؟ آفرین چاقو چ سه تا نقطه داره که زیر پاش میذاره بله کلمه بعدی نارن نارنج بله ج، یه نقطه داره که زیر پاش میذاره کلمه بعدی بچه ها نقطش کجا باید باشه بالا پایین یکی دوتا زود بگو ببینم بله جنگل نقطش رو میذاریم اینجا حالا من بیام این طرف بریم کلمه های بعدی به منگو بگو ببینم اگه یه دونه بذارم زیرش میشه چی؟ جای بالا بذارم نه نمیشه چند تا نقطه بذارم آفرین زرنگا سه تا میشه کلمه یه چای حالا این یکی بدو به من بگو بله سه تا نقطه باید بذارم بله چتر بعدی ای ای آخرش هم زه داره اجازه آفرین جه یه نقطه داره بعدی میدان حالا اولیش چی؟ چی بذارم؟ اینجوری بذارم چی میشه؟ به نظر شما درسته یا بیاد پایین مثلا معنی میده بچه ها یه دونه بذارم نه باید سه نقطه بذاریم آفرین چمدان بعدی شا بله شاخه نقطه خ بالای سرشه حالا میام بعدی این طرف بیام خب خوب نگاه کن مور چه آفرین سه تا نقطه داره بعدی چیه میتونی تشخیص بدی باری کلا زرنگ آفرین صداشون تا اینجا میاد خروس حالا بعدی رو بگو ببینم بارکلا نشانه خ درخت خب آخری چیه؟ پار آفرین چه پار چه خب بچه ها شما میتونید این بازی نقطه بازی رو توی خونه با بزرگتراتون انجام بدین مامان بدون نقطه براتون بنویسه و شما نقطه هاشو با قرمز پیدا کنید و سر جای خودش بذارید گلای من امیدوارم که از درس امروز به اندازه کافی لذت برده باشید میبوسمتون و خدا نگهدار